خب مین بورد موبایل یکی از قسمت اصلی است. قسمت مهم دیگه بخش موبایل صفحه نمایشگر یا دیسپلی اون هست. دیسپلی یا صفحه نمایشگر متشکل از دو قسمت هست، LED ها و LCD ها. LED ها در واقع تکنولوژی بسیار بروزی هستن و معمولاً هم مختص برند سامسونگ هست و اینجور که من توی برخی از مقالات خوندم تکنولوژی ساخت صفحه نمایشگرهای LED مختص شرکت سامسونگ است که خیلی از برندها اخیراً دستگاهشون رو مجهز کردن به صفحه نمایشگر LED. LED ها در واقع رنگی هستن، در صورتی که LCD ها نسل گذشته به صورت سیاه و سفید و رنگی هم موجود هست. دو تا تفاوت عمده بین این دو تا وجود داره. تصویر در واقع به وسیله سه تا رنگ RGB یعنی رنگ قرمز، رنگ سبز و آبی تشکیل میشه. پس صفحه نمایشگرهای ما متشکل از پیکسل‌های بسیار زیادی هستن که این پیکسل‌ها در واقع سه تا رنگ رو دارن که ما میتونیم به وسیله این سه تا رنگ تمام رنگ‌های دنیا رو باهاش ایجاد کنیم. شرکت سامسونگ که LED رو تولید کرد یه سیاست خیلی در واقع هوشمندانه رو استفاده کرد و نمیدونم این موضوع رو تا حالا شنیدین یا نه، تو نسل‌های قدیمی سامسونگ کیفیت طبیعت خیلی بهتر دیده میشد، یعنی وضوح تصویرش توی رنگ‌های طبیعی و سبز بهتر بود. چرا؟ چون سامسونگ از این سیاست استفاده کرده بود، RGB، یعنی در واقع ما دو تا رنگ سبز داشتیم، رنگ سبز کمرنگ و پررنگ، و تو نسل‌های جدیدترش R2GB2 شد، یعنی تفکیک رنگی بهتری رو توی صفحه نمایشگرهاش داشت که این برای خیلی سوال بود چرا برخی از تصاویر توی صفحه نمایشگر سامسونگ وضوح بیشتری داره. دلیل این بود که الان تقریبا میتونم بگم اکثر دستگاه به این تکنولوژی R2GB2 مجهز شدن و برای اینکه بتونن رقابتی رو بین یک همدیگه داشته باشن، بین اصطلاحاً برند ها وجود داشته باشه، تعداد پیکسل ها بیشتر شده. هرچه تعداد و تراکم پیکسل ها که اصطلاحاً با PPI نمایش داده میشه بیشتر باشه، وضوح تصویر هم بیشتر است. پس قسمت مهم موبایل ها یه بخشش صفحه نمایشگر بود که LED ها و LCD ها بودن. تفاوت LED و LCD توی یک وضوح تصویری هست که اون هم به واسطه یه بکلایت خیلی قوی و نوری که پشت زمینه میفته وجود داره. LCD ها در واقع یه سری معایب دارن نسبت به LED ها. یکی اینکه وضوح تصویرشون پایین تره و یکی اینکه در واقع نسبت به رطوبت آسیب پذیری بیشتری رو دارن و البته LED ها هم یه سری معایب دارن. معایب بزرگ LED ها این هست که گرون هست. خیلی از در واقع مصرف کننده های تلفن همراه یا خیلی از اصطلاحاً افرادی که تو حوزه تلفن همراه فعالیت دارن این قضیه رو در واقع تکرار میکنن که سامسونگ خیلی خوب امور به تعمیرات برسه، هزینه تعمیراتش بالاست. هزینه تعمیرات سامسونگ در واقع LED اون هست که هزینه تعمیرات رو بالا برده. یکی دیگه از معایبی که نسبت به LCD ها داره مصرف انرژی بالاتره که خیلی ها معتقدن برای اینکه مصرف انرژی رو کاهش بدن بهتره که از دارک مود استفاده کنن که اصطلاحاً اون نور یا بکلایتی که وجود داره کمتر بشه تا بتونه انرژی بیشتری رو به ما بده. و عرضم به خدمتتون که یکی دیگه از معایب اون LED ها این است که ضد آب هستن و آب هم بهشون نفوذ نمی کنه. در ادامه با من همراه بشید، راجع به LED و LCD ویدئویی رو آماده کردیم که براتون مطمئناً جذاب خواهد بود. در ادامه با من همراه باشید. خب دوستای عزیز، همونطور که توی تصویرم مشاهده میکنید یه سری صفحه نمایشگر رو براتون گذاشتم. این صفحه نمایشگرها تعمیری بودن و توی مؤسسه نوین الکترونیک تعویض شدن. اما دوستان این نکته رو خدمتتون بگم، چه تفاوتی بین LED و LCD ها هست و آیا LED بهتره یا LCD؟ اول از همه بریم ساختار تولید اونها رو خدمتتون توضیح بدم و بعد بریم سراغ مقایسه‌شون. ببینید، از روی ظاهر ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از صفحه نمایشگرها LED هست و کدوم یکی LCD. البته خیلی از دوستان که خب یه مقدار تو این حوزه وارد هستن میتونن از نور صفحه یا نور پس زمینه تشخیص بدن که این دستگاه LED هست یا LCD. خب البته تشخیص دادنش یه مقدار مشکل است. اما دوستان، همونطور که توی تصویرم میبینید LED LCD ها با سایز متفاوتی تولید شدن. صفحه نمایشگر در واقع موبایل های ما از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت صفحه نمایشگر است که وظیفه اون
تولید و ایجاد اون تصویر هست و یه قسمت اون که اصطلاحش میگن بک‌لایت که پشت دستگاه وجود داره، وظیفه اونها تولید نور پس‌زمینه است که ما بتونیم به راحتی توی روز، توی نور آفتاب یا توی شب یا توی تاریکی مطلق بتونیم تصویر واضحی رو داشته باشیم. توی تکنولوژی همه اصطلاحاً ما پیکسل‌های متفاوتی رو داریم که این پیکسل‌ها از سه تا رنگ تشکیل شدن: رنگ قرمز و رنگ اصطلاحاً آبی و سبز که اصطلاحاً به RGB معروفه، قرمز، سبز و آبی. این سه تا رنگ توی تصویر در واقع ما میتونیم به واسطه اصطلاح این سه تا رنگ و پیکسل‌های زیادی که وجود دارن تمام تصاویر رو روی LCD ها ببینیم و خلق کنیم. این سه تا رنگ در واقع تو تکنولوژی های قدیم به صورت LCD بودن و این LCD ها در واقع بک‌لایت های متفاوتی دارن. ببینید توی LCD ها این تصویر که حالا RGB بود تشکیل میشد اما بدون نور، یعنی عملا ما نمیتونستیم تصویر رو ببینیم، یا باید یه نوری رو مینداختیم توی تصویر شاید یه هاله‌ای میدیدیم. اما به وسیله تکنولوژی LED هایی که توی بک‌لایتشون وجود داره یا پس‌زمینه‌ای که وجود داره، یه تعداد LED وجود داره که نور پس‌زمینه رو تأمین میکنه. این LED ها وظیفه‌شون اینه که یه نوری رو در واقع توی بک‌لایت یا پس‌زمینه ایجاد میکنه و ما به راحتی میتونیم اون تصویری رو که توی صفحه نمایشگر ایجاد شده رو ببینیم. اما اینجا یه معضل وجود داره دوستان. از هر قسمتی که منبع نور وجود داشته باشه طبیعتاً هم اون قسمت باید پرنورتر و یه هاله وجود داشته باشه، اما ما این مشکل رو نمیبینیم. این تکنولوژی توی LCD های خونگی هم وجود داره، یعنی شما توی تلویزیون خونتون هم که مشاهده میکنه اگه از نوع LCD باشه تصویر ایجاد میشه و به وسیله بک‌لایت که پشت خود صفحه نمایشگر یا پایین یا بالا یا چپ و راست صفحه نمایشگرهای خونگی هم هست ما نور پس‌زمینه رو داریم. اما اینجا سوال به وجود میاد، چطور ما نمیتونیم تشخیص بدیم که منبع نور از بالا، پایین، چپ یا راست است؟ اون هم به دلیل این تکنولوژی که الان داریم میبینیم. ببینید ما صفحات متفاوتی رو داریم که اصطلاحاً بهشون میگن این صفحات پوست پیازی. ببینید ما لایه‌های متفاوتی رو داریم و این لایه‌ها از منعکس کننده، یک نواخت کننده و پولارایز و آینه منعکس کننده و اصطلاحاً صفحات شیری بهش اصطلاحاً سزیوم میگن استفاده شده و این باعث شده که نور ما به صورت یک نواخت پشت تصویر ما ایجاد شده و ما اصلا تشخیص نمیدیم که این پس زمینه از پایین، بالا یا از چپ و راست داره منعکس میشه. یکی از مزایای LCD ها نسبت به LED ها دوستان این هست که ببینید تعداد اصطلاحاً LED که برای پس زمینه استفاده شده محدوده و این باعث شده که LCD ها نسبت به LED ها دوستان مصرف کمتری رو دارن، یعنی اون دستگاهایی که مجهزن به LCD مصرف باتری کمتری رو دارن. خب البته این نکته رو باید بدونیم که خب طبیعی دیگه کیفیت تصویر خب پایین‌تر رو هم نسبت به LED ها دارن. حالا از کجا بتونیم تشخیص بدیم که LED ها نسبت به LCD ها در واقع روی دستگاه من کدومی که از این دوتا نصب شده؟ دوستان تکنولوژی ساخت LED ها مربوط به کمپانی سامسونگه. میتونم بگم تقریبا 90% سامسونگ ها مجهز شدن به LED و تقریبا 10% از سامسونگ ها که اونم از نوع پایین رده یا میان رده هاشون ممکنه از LCD هم استفاده کرده باشن، که البته ما میتونیم به راحتی توی سایت GSM آرنا که در ادامه بهتون توضیح میدم یا سایت های متفاوتی که میتونیم ریز جزئیات صفحه نمایشگر یا مشخصات و کانفیگ موبایل رو ببینیم هم تشخیص بدیم. خب بریم سراغ مقایسه‌مون. همونطور که خدمتتون گفتم LCD ها در واقع یه سری LED یا اصطلاحاً این نورهای خیلی ریزی که توسط LED ها منعکس میشه وجود دارن. حالا تو بعضی ممکنه 12 تا، تو بعضی 15 تا، تو بعضی 20 تا و این تعداد متفاوته توی سایر مدل ها و سایر برند ها. و هرچه تعداد این LED ها بیشتر باشه تصویری که ما میبینیم واضح تر هست. یکی از مزایای این صفحه نمایشگرهای قدیمی این بود که خب مصرف پایین‌تری دارن به واسطه استفاده LED کمتری که تو صفحه نمایشگرشون وجود داره. یکی دیگه از مزایای LCD ها این هست که اگر بخشی از این LCD ها بشکنه ممکنه شما تصویر رو داشته باشین، اما یه بدی که تو LED ها وجود داره اگر یه پیکسل یا یه نقطه توی LED ها در واقع از بین بره در اثر شکستگی یا سوختن، متاسفانه سایر LED ها
وابسته هستن به اون LED و کم کم تصویر ما سیاه میشه و تصویر رو نداریم. اما تو LCD ممکنه طرف 6 ماه 1 سال با همین حالت استفاده کنه و در نهایت اون رو تعویض کنه. اما LED ها اگر پیکسلی از اونها بره معمولا صفحه اول به صورتی رنگ تبدیل میشه و کم کم تصویر رو ما از دست میدیم. یکی دیگه از اصطلاحاً نکاتی که در مورد LCD ها ما باید بدونیم این هست که LCD ها خب چون به واسطه این لایه بودنی که تو بکلایتشون وجود داره، اگر در واقع تو نور آفتاب قرار بگیرن ممکنه یه حاله ای رو ببینیم. اگر رطوبت وارد دستگاه بشه اصطلاحاً ما یه سری حاله ها رو تو بکلایت میبینیم، در صورتی که گرما و رطوبت به هیچ وجه روی LED ها این تأثیر رو نداره. حالا که صحبت از LED ها شد، ببینید LED ها دیگه اون لایه ها رو ندارن و این اصطلاحاً پکیج کامل رو ما تو LED ها میبینیم و این LED ها یکی از معایبشون این هست که شما اگر اون رو دستگاهتون داشته باشید با مصرف انرژی زیاد روبرو هستید، که توی این دستگاه ها معمولاً اگر شما صفحه نمایشگرتون رو حالت دارک مود بذارید، چون یه سری از اصطلاح بکلایت خاموش میشه، شما میتونه کیفیت در واقع ببخشید کیفیت شارژتون رو بالاتر ببرید و مدت زمان استفاده از دستگاهتون رو بیشتر کنید. اگر شما نتونید روی LED ها مدیریت کنید، یعنی نور دستگاه رو کم نکنید یا از زمینه مشکی استفاده نکنید، خب طبیعتا مصرف انرژیتون نسبت به LCD ها بیشتر خواهد شد. و یکی دیگه از مزایای LED ها این هست که وضوح تصویر بسیار بالاتری رو داره، کیفیت در واقع تصویر بیشتری نسبت به LCD ها داره، وضوح نور یا پرتاب نور بیشتری رو شما توی صفحه نمایشگر دارید و نکته دیگه این هست که رطوبت بهش نفوذ نمی‌کنه و مقاوم‌تر هم هست. البته یکی دیگه از معایب LED ها نسبت به LCD ها این هست که قیمت اون دستگاه و تعمیرات اون رو بالا می‌بره، یعنی دستگاه‌های سامسونگ هزینه تعمیرات بیشتری نسبت به سایر برندها دارن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، در ادامه با من همراه باشید که نحوه تشخیص اینکه صفحه نمایشگر گوشیمون از LED یا LCD هست، یعنی از کدوم جنس هست، رو در ادامه بهتون توضیح میدم.